در قسمت اول داستان دختری که مسلمان شد، دختر زیبارو و ثروتمند پس از مسلمان شدن از شهر و دیار خود گریخت و وارد شهر مسلمانان شد و در آنجا به عنوان کنیز سیاه چرده‌ای فروخته شد به یک پسر بی دست و پا. دختر در خانه پسر به حمام رفت و خود را آراست و به پسر عرضه کرد، اما پسر باورش نمی شد که چنان لعبتی نصیبش شده و از او فرار می کرد. بنابراین دختر تصمیم گرفت که تجارت را به پسر بیاموزد. و اما ادامه داستان. روزی دختر به زحمت جوان را به کنار خود آورد و گفت: حالا که نسبت به من ناباوری و سپیده صبح تا غروب آفتاب در شهر ول می گردی و پیش من نمی آیی، بیا با به کار تجارت برو تا به رسم و رسوم زمان آشنا شوی. جوان گفت: از تجارت چیزی نمی دانم و مرا با بازرگانان کاری نیست. دختر تکه این جواهر قیمتی به او داد و گفت: حالا که اینطور است، با این جواهر قیمتی ارزت را نشان بده. جوان جواهر را پذیرفت و راهی سفر شد. رفت و رفت، در بیابانی به استراحت پرداخت. چندی که دراز کشید، جواهر را از کیسه خود بیرون آورد و به تماشای آن مشغول شد که ناگهان کلاغی از آسمان به زیر آمد و آن را به چنگ گرفت و به هوا رفت. جوان پی کلاغ را گرفت و رفت. رفت و رفت تا به رودخانه ای رسید و حیران ماند که برای عبور از آن چه کند. دست آخر چشمش به باغی افتاد که پیش رویش بود. به درون باغ رفت و باغبانی را دید که به کار درختان مشغول بود. سلام کرد و گفت: ای باغبان، به من کاری بده. باغبان گفت: قدری استراحت کن و سپس به کمکم بیا. از این سر هم دختر خبری از شوهر خود به دست نیاورد. فکر می کرد به کجا رفته و چگونه زندگی می کند. تا آنکه 30 روز گذشت و دختر هر شب 1001 فکر از کلش می گذشت. اما همه بیفایده بود و اثری از جوان دیده نشد. جوان در کنار مرد باغبان آبیاری می کرد و گیاهان هرزه را می چید و در فکر بود که چگونه با دست تهی به جانب زنش بازگردد. روزی ضمن اینکه آب به پای درخت ها می داد، چاله جلوی پایش پیدا شد. پیش رفت و داخل گودال را چند بیل زد که به یک بار چشمش به سکه های فراوان افتاد. به کسی چیزی نگفت و 12 عدد سفال که در آنها نمک می کردن دست و پا کرد و سکه های طلا را در آنها قرار داد و رویشان را نمک ریخت و بعد سرشان را محکم بست. جوان در فرصتی مناسب سفال ها را برداشت و تنابی تهیه دید و سفال ها را به وسیله آن به هم گره زد و خواست از رود بگذرد که تناب پاره شد و سفال ها در آب شتابان گم شدند. جوان گفت: ای داد بیداد، دیدی چه بر سرم آمد؟ و دوباره به باغ بازگشت و لب از لب باز نکرد. از این طرف هم دختر به بازرگان گفته بود به نمک زیادی احتیاج دارد. تا هنگامی که شوهرش از سفر باز می گردد، میهمانی مفصلی بدهد. بازرگان که صبح زود به لب رود رفته بود و به ثروت در فکر می کرد که چرا نصیب فرزندش نشده، دید آب 12 سفال سربسته را با خود آورده و در گوشه ای قرار داده است. بازرگان سفال ها را از آب گرفت و سر یکی از آنها را که باز کرد دید نمک است. گفت: بابایی برای فروش تهیه دیده که گویی آب از او گرفته است. و خوشحال شد و هر 12 عدد سفال نمکدار را دستور داد که به پیش دختر ببرند. دختر هر 12 عدد سفال را گرفت و به گوشه ای نهاد و دوباره در غم شوهر زانوی غم به بغل گرفت. جوان در باغ به کار باغبانی و کمک به باغبان مشغول بود که روزی در گوشه ای از باغ جواهر گم شده خود را که کلاغ برده بود پیدا کرد. دلش گرم شد و به سوی دختر به راه افتاد. آمد و آمد تا به خانه خود رسید و دختر تا او را دید به سویش دوید و خوش آمد گفت و پرسید: تا حالا کجا بودی و چه می کردی؟ جوان گفت: جواهر را کلاغی برد و من پیش باغبانی شاگردی می کردم تا اینکه جواهر را پیدا کردم و حالا هم که اینجا هستم. دختر مهمانی مفصلی داد و جوان به گشت در خانه پرداخت که چشمش به سفال ها افتاد. پیش دختر رفت و گفت:
خبر داری که در این سفال ها چیست؟ دختر گفت نمک. جوان گفت رویش نمک است و زیرش سکه طلا که من در باغ آن باغبان از زیر زمین پیدا کردم. و ما بقیه غذایا را برای دختر تعریف کرد. حرفهای پسر که تمام شد دختر گفت حالا به این سفال ها کاری نداشته باش که ما را به آن نیازی نیست. و از او خواست تا با هم خلوت کنند. پسر باز از سر ترس و شرم به زن شرعی خود نزدیک نشد. دختر بان چه کند و از آنجا که دل در مرد شدن او داشت باز به پیش بازرگانان رفت و خواهش کرد که به هنگام سفر او را هم با 20 شتری که دارند به همراه ببرند. بازرگانان پذیرفتند و جوان به همراهشان با 20 شتر راهی سفر شد. رفتند و رفتند تا به روستایی رسیدند. آنجا بار انداختند و مردمان به دورشان گرد آمدند. جوان که قیافش به بازرگانان نمی آمد گوشه نشست و فکر می کرد که پیر مردی جلو رفت و گفت ای برادرزاده خوب من، تا به امروز کجا بودی؟ در به در همه جا به دنبالت بودم. جوان گفت تا حالا نمی دانستم که عمو هم دارم. پیر مرد گفت خدا با من همراه است، وگرنه هرگز تو را که یگانه برادرزاده عزیزم هستی پیدا نمی کردم. و از او خواست که شب را در کاروان سرا نگذراند و به خانه او برود. جوان پذیرفت، اما بازرگانانی که همراه او بودند مخالفت کردند و گفتند ما سر یک رشته ایم و جدایی ممکن نیست. جوان زیر بار نرفت و از آنان جدا شد. مرد روستایی از جوان پذیرایی شاهانه‌ای به عمل آورد و گفت ای برادرزاده خوب رو، برای تجارت کیسه گونی هایی دارم که به قیمت خوب از تو خواهند خرید. و خلاصه کیسه هایی رنگ رو رفته را به جوان داد و جواهر را از او گرفت. جوان صبح که پیش بازرگانان به کاروان سرا رفت و گونی ها را نشان داد، دادشان بلند شد که سرت را کلاه گذاشتند و اگر او عمویت بود این گونی های به درد نخور را به تو نمی فروخت. جوان دست و پای خود را گم کرد و بازرگانان گفتند با این کار ما چه پاسخی به زنت بدهیم که تو را در پی کار تجارت به همراهمان کرد؟ و دست جمعی را افتادند و پیش کت خدای روستا رفتند و شکایت مرد گونی فروش را به او بردند. کت خدا به دنبال مرد گونی فروش فرستاد و پرسید با این جوان کم تجربه چه کردی که چنین متضرر شده است؟ و افزود تازه خودت را به جای عموی نادیده جا زدی؟ خلاصه جواهر را از مرد گونی فروش گرفتند و گونی های به درد نخور را به او پس دادند. مرد روستایی که دست بردار نبود در منزلی دیگر برادری داشت که شغل او قصابی بود. کاروان حرکت نکرده بود که خود را به او رساند و گفت قافله‌ای در راه است که در آن جوان کم تجربه‌ای برای کار تجارت به همراه آن است. چنین و چنان کن تا مگر آن جواهر بی همتا به دست تو بیفتد. قافله که به منزل دیگر رسید، مرد قصاب به سراغ جوان رفت و با او گرم گرفت و در این هنگام شتری پیدا شد که افسار آن در دست کودکی بود و چون به نزدیک آنان رسید کودک شروع به گریه کرد. جوان پرسید این کودک چرا گریه می کند؟ مرد روستایی گفت بهانه می گیرد که افسار شترم را به او بدهم و چون شتری بیش ندارم چون این کاری از دست من ساخته نیست. جوان گفت افسار شتر که قیمتی ندارد من به او می دهم. مرد روستایی گفت خدا عمرت بدهد، ولی برای آنکه فردا درد سر نشود در کاغذ بنویس که افسار شترها را به 5 قران فروخته. جوان چنین کرد و مرد با کاغذی که در دست داشت شترها را راهی کرد و به خانه خود برد. جوان که تازه متوجه شده بود سرش کلاه رفته به داد و بیداد کردن پرداخت و بازرگانان باز متوجه شدند که او دست گل به آب داده است. پیش کت خدا رفتند و از روستایی شکایت کردند. کت خدا دید در برابر سند فروشی که وجود دارد هیچ کاری از دستش ساخته نیست و از آنجا که کاری از پیش نبرد بازرگانان هم جوان را رها کردند و به دنبال کار خود رفتند. جوان که همه چیز خود را از دست داده بود به بیابان زد. رفت و رفت تا در شهر دوری برای آنکه از گرسنگی نمیرد
در دکان نانوایی به شاگردی پرداخت. کاروانیان سفر کردند و شهر به شهر شدند و اجناس خود را فروختند و به دیارشان بازگشتند. و چون دختر از آمدن آنها با خبر شد، چشم به راه آمدن شوهرش در خانه نشست. ولی پس از مدتی دید که از او خبری نشد. سر بازار رفت و از بازرگانان سراغ شوهر خود را گرفت. آنان شرح آنچه گذشته بود برای دختر باز گفتند و دختر آه از نهادش برآمد و در پی چاره افتاد. دختر کفش و کلاه مردانه به تن کرد و شمشیر برگرفت و راهی آن ولایت شد. به سراغ خانه قصاب رفت و قصاب در را به رویش باز کرد. دختر گفت سر می خواهم، که منظورش کله بود. قصاب گفت برو و فردا بیا که سر به تو بدهم. گفت بنویس به من سر خواهی داد. قصاب هم نوشت که سر به او خواهد داد و 5 دینار گرفت. دختر که به لباس مردانه در آمده بود شب را در کاروان سرا گذراند و صبح خیلی زود وقتی گوسفند را می کشتن به سراغ قصاب رفت. قصاب تا او را دید کله گوسفندی را آورد و به او داد. دختر گفت از تو سر خواستم نه کله گوسفند. قصاب گفت چگونه من سر خود را به تو بدهم؟ دختر جواب داد طبق این سند که دیروز به من دادی. گفت چنین معامله کجا انجام گرفته که من دومی آن باشم؟ دختر گفت سند دارم و چیزی هم جز سند طلب نمی کنم. قصاب خود را گم کرد و ترسید. دختر گفت بیا تا پیش کت خدا برویم. قصاب قبول کرد. پیش کت خدا که رفتن دختر سند را نشان داد و کت خدا پذیرفت که خرید سر گوسفند نیست. اما تعجب نشان داد که این چگونه معامله‌ای بوده است. دختر گفت چگونه 20 شتر را به همراه همه چیزش به 5 دینار می خرند. کت خدا شستش خبردار شد و فهمید که این قضیه از کجا آب می خورد. دختر هم پایش را توی یک کفش کرده بود و می گفت سر این قصاب از آن من است. قصاب که رنگ و روی خود را باخته بود به دست و پا افتاد و گفت هر چه می گویی می کنم. بیا و از حرف این سند در گذر. دختر گفت نمی شود. قصاب گفت من زن و فرزند دارم، بیا و رحم کن. دختر گفت در یک صورت می پذیرم که از هر چه داری دست بکشی. قصاب که حاضر شده بود دنیا را بدهد تا نمیرد، هر چه داشت به دختر واگذار کرد. دختر به همراه شتران و آنچه تازه به دست آورده بود از آن روستا رفت و راه به جاده‌ای برد که شوهرش را در آن دیده بودند. رفت و رفت تا به شهری رسید که جوان در آن شاگرد نانبا شده بود. پرسان پرسان به در دکان نانبایی رسید و چون او را دید گفت هنوز همان خری که بودی هستی؟ جوان گفت چیزی نگو که به اندازه کافی به خیر و شر دنیا پی بردم و اگر می‌بینی در اینجا به شاگردی مشغوله و از زور خجالت است که روی بازگشت به سوی تو را نداشتم. عزیزان جانم، لطفاً کانال را برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و با لایک کردن ویدیوها به بیشتر دیده شدنشون کمک کنید. در پناه حق.